امروز میخوام دو تا پیام برای شما پخش کنم. یکی از تهران اومده، این پیام برای آقای گلپا، درباره آقای گلپا از طرف استاد امیر هوشنگ عاملی که ببینید در برابر خامنه ایشون پاشده این فریادها رو زد. و باز پیامی رو که آقای اکبر گلپا میده به امیر عاملی در تهران. این دو تا پیام رو امروز براتون پخش میکنیم. اما ببینیم این آقای استاد امیر هوشنگ امیر عاملی کیست؟ من شعراشو خیلی از قدیم دوست داشتم، بس جلاورای چک آمسرا ایرانیست. استاد امیر هوشنگ عاملی قزوینی، خوشنویس و شاعر بزرگ. شما شجاعت این مرد رو ببینید. از این دعوت میکنن که بره به همون شب شعری که خامنه ای همیشه میذاره. این مرد بزرگ میره. من خودم به شما میگم همیشه برید، همیشه برید. اینجوریست که میتونید فریاد کنه اون دانشجو در برابر خامنه ای، فریاد کنه اون زن اون در برابر فلان. برید اینا رو، برید فریادتونو بکنید. استاد امیر هوشنگ عاملی میره اونجا، سروده ای که میخونه طی این سالیان سال که همه رفتن پیش خامنه ای شعر خوندن و خندید و بازی کرده، بعضی وقتا هم غلطگیری کرده، چون از قبل شعرها رو بهش میدن، شب هم اینا رو میکنه. بعد علی خامنه‌ای رو میشناسه راجا که چجوریه، شعرها رو میکنه بعد غلطگیری میکنه، فردا تایی رو داره میکنه میگه این با اون، چون تو مشهد هم که بود علی خامنه‌ای شاعر بود اولش تا بیاد آخوند بشه شعر میگفت. خواهرش رباب خانم، بدری خانم، زن شیخ علی تهرانی، خواهر خیلی خوبی داره این رباب خانم، من بهش ارادت دارم. رباب خانم شاعر بود، من از شعرهای رباب خانم دارم، خانم بدری، دارم خواهر علی خامنه‌ای که تو عراق سالها پناهنده سیاسی بود، فرار کرده بود، میگفت برادر من جانیان و فلان. و مادر علی خامنه‌ای خدیجه خانم، میرداماد، خانواده میرداماد، ایشون هم شاعر خوب بود، شعر به من داده دارم. ولی آقای خامنه‌ای این شعرهای دست خط مامانتی که به من داده بودن، خود خامنه‌ای هم شعر میگفت. بعد این میخواست موزیسین بشه علی خامنه‌ای، باباش گوشش گرفت جواد آقا، گفت پدر سوخته موزیسین نه، برم اینجا برم درس بخون، رفت آخوند شد. شوخی نمی کنم. حالا چهار خط شعری که استاد عاملی برای خامنه‌ای خوان، ببین چی بود. میگه زکت خدا مهراس، امید ما به خداست. جلوه خامنه ای این داره میکنه امیر هوشنگ عاملی، و کت خدا اویه دیگه، کت خدا علی خامنه ایه. که خان ساختن عنکبوت محکم نیست. میگه جناب آقای خامنه ای این خانهایی که تو ساختی عنکبوتیه، محکم نیست. البته آقای عاملی رو گرفتن، بازداشتش کردن، اذیتش هم کردن، گذاشته دیگه، کارش نخواهند داشت الان، چون بخواد دیره عذابش کشیده بنده خدا. استاد بزرگ میگه به امتحان ببرای دوست، میگه آی خامنه‌ای به امتحان ببرای دوست، دست بر شمشیر. میگه خیلی مردی، شمشیرت هم بکش. ببین آی خامنه‌ای که سینه برای سپر شدن کم نیست. حالا اینی که من میگم، من با خودم مونده بودم که میگم بیام تحلیل و آنالیز اینجوری بگم درست باشه نشه، دیدم نه بابا اصلا خود خامنه‌ای همینجور برداشت کرده که من دارم اینجور شما میگم، داره میگه که یعنی شمشیرت بکش ولی سینه هم زیاده که سپر میشه در برابرت، یعنی دشمنات مخالفات میگه خیلی زیاده. خامنه‌ای هم همین برداشت میکنه. حالا صحبت خامنه‌ای برای امید ما به خدا که خواب ساختن عنکبوت محکم نیست، به امتحان ببرید دوست دست بر شمشیر. ببین که سینه برای سپر شدن کم. آقایون پایین یه شعری خوندن، گفتن که مضمونش این بود که اگر شمشیر بکشید خلاصه سینه هایی که بیان در جلوب شما بیستن تو پاسرم در مقابل دشمنان شما سینه سپر کنم. من گفتم من شمشیر کشیدم، سینه های چی بیم در برابر شما بیستند. خودش قضیه رو پی برده و شعر استاد عاملی رو، نوع شمشیر امروز و نوع میدان امروز با نوع میدان
اون سالهای اول تفاوت داره، ما در جنگ نرمی. مهرآیین و عزیز و بزرگ، دوست همیشه و همیشه دوست، جناب سیاوش عربستان، استاد گلپا رو از جوانی میشناختم، با صداشون آشنا بودم، اما در واقع باید بگم نمیشناختم. تا از بیان شما و از نگاه زیبابین و از اندیشه زیبا اندیش شما با آثار استاد گلپایگانی آشنا شدم و در یک آشنایی مجدد ایشون رو از نو کشف کردم. در واقع استاد بزرگ جناب گلپایگانی، استاد اکبر گلپایگانی که واقعا اکبر و بزرگ و قابل ستایش هستند، همچنان گنج در ویرانه خاطرات پنهان مونده بودن تا زمانی که شما غبار خاطرات رو کنار زدید و استاد گلپا رو چنان جواهری به مردم ایران هدیه دادید. مردانی بزرگ، مردانی چنین که موسیقی اصیل و موسیقی فاخر ما رو آیینگی می کنند، همواره در بهترین جایگاه و پایگاه ذهن تاریخ ثبت و ضبط می شن. استاد گلپا شبیه هیچ کس نیستن و بزرگترین خصوصیتشون اینه که صداشون مال خودشونه. نه کسی میتونه شبیهشون بشه، نه ایشون شبیه کسی هستن. همین که افزوده شدن به موسیقی و تکرار مکررات نبودند، این یعنی هنر. هنر از زمانی آغاز میشه که یک اثر هنری معرف صاحب اون اثره، بدون این که امضا کنه زیرش، صدای خودش امضاست. و اون صفای ایرانی، صفای اساطیری در صدای استاد گلپا موج میزنه. اونچنان اشعار رو برای مخاطب زیبا و شیرین به آواز میخونند که شعر دوباره کشف میشه. غبار ندانستن و جهل نسبت به اون شعر به کناری زده میشه و صدای استاد عزیز ما گلپا چنان اون شعر رو به تشعشع و نورافشانی میاره که تازه میبینید چه گنجینه ای رو ایشون کشف کردن و به مردم دادن. مردانی همچون استاد گلپا در تاریخ ایران بزرگ ما ماندگار خواهند بود. نشانه واقعی عشقن، دلشون زنده به عشقه و دلیل حقیقی اون شعر که گفت هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق، بر جریده ایام ثبت میشن، ماندگار میشن و هرچی زمان میگذره بیشتر میتابن، بیشتر درخشش دارن. این دریغی که من میخورم برای مردم روزگار خودمه که چه حقی داشتند اونهایی که این صدا رو از مردم دریغ کردن و چه خیانتی کردن به مردم. صدای استاد گلپا انسان رو به اصالت، به انسانیت، به دوستی، به مهربانی، به مهرورزی دعوت میکنه. صدای استاد گلپا به مخاطب میگه خبری نیست، بشین و مهر ببرز، بشین و دوست داشته باش. صدای استاد گلپا یعنی جنگ نه، یعنی دوستی آری، یعنی خزان نه، یعنی بهار آری. آری آری
سخن عشق نشانی دارد و اون نشان در صدا و صفای استاد گلپایگانی است. مردی از قبیله هنر، مردی هم قبیله حافظ، هم دیار سعدی، هم سایه رودکی و هم محل عارف قزوینی، بنان و تمام بزرگان موسیقی، نی داوود و در نهایت صوت داوودی ایشون اونقدر آسمانی و فرازمینی است که انسان رو به بالا میبره، علی‌رغم این که بعضی ها صداشون انسان رو فرو میبره. چرا؟ چون دوچار تقلیدن و به قول مولانا خلق را تقلیدشان برباد داد، ای دو صد لعنت بر این تقلید با. استاد گلپایگانی در تارنکبوت‌های تقلید و تکرار گرفتار نشدند و خودشون آغاز کردن. البته مراحل راهروی و شاگردی رو به درستی گذروندن که حافظ فرمود تا راه رو نباشی کی راه بر شوی، اما به راه بری رسیدن و اینک رهبر صداهای ناب و شنیدنی هستند. استاد گلپا رو ستایش میکنن، یعنی زیبایی ها رو ستایش میکنن. استاد گلپا رو میبوسم، یعنی بهار رو میبوسم. درود بر شما که این استاد رو به ما هدیه دادید. شاد باشید و شاد زید. بدرود تا درودی دیگر. مهرآیین و عزیز و بزرگ، دوست همیشه و همیشه دوست. استاد گلپا، استاد امیر هوشنگ عاملی برای شما پیغامی دادن، تنظیم پیغام. نظرتون چیه؟ چه پیغامی داریم برای آقای استاد امیر هوشنگ عاملی؟ از پاریس با شما زنگ میزنم و سلام بکنم، ولی امروز روز ما رو ساختیم. با آقای اوستا هستیم، دو به دو تو ماشین. ولی باور کن این صحبت هایی که شما کردی وصف الحال بود. میدونی اینو باید گفت وصیته. خب من حقیقت رو میگم، این هم وصیته هم نصیحته که بابا از بدی آدم به جا نرسیده. آقای امیر هوشنگ خان، آدم تنها خیلی ها صداهای قشنگ دارن، ولی اون چی که من میگم صدا نیست، اون عشق. و در صحبت شما عشق ما تشخیص دید. الان که دو به دو در کنار رود سن نشستیم و داریم این صدای شما رو گوش میکنیم، لذت بردم که چقدر قشنگ متین. آخه لذت بردن از عشق هر کسی لیاقتشو نداره. همه پولکی شده، همه فکر میکنن با کلا گشتن سر این اون و دروغ گفتن و اینو گفتن و اونو گفتن و اون حرف. نه بابا، آدم وقتی میخواد به قله برسه خیلی مهمه، اون برای سرازیریه. وقتی من زمستون رو تحمل میکنم به خاطر اینه، این من به خاطر اینکه پشتش بهاره، گل رو میبینم. درود باشه. من این عشق رو دارم و اما من چرا با کس دیگه در تماس هستم؟ من الان نشستم با آقای اوستا داریم همین صحبت بکنیم. خب بله، تو بانک ملی خیلی پوله، خیلی هم دنبال پول بودن، اونم بد نیست که هر کسی راه خودشو میره، همه رو ما دوست داریم، ولی ما هدفمون یه چیز دیگه است. عشق، محبت، شجاعت، دوستی، اینا برام مهمه. نه اذیت کردن و نه اینکه عقده و حسادت. کی به اونجا رسیده از اونجا؟ کی چیزی از خودش برده؟ ما همه
داریم اسباب اینیم که یه پول جمع کنیم تو بانک بذاریم چهار تا صفر اضافه بشه. نه بابا، عشق، محبت، دوستی زیر بغل زبونا رو گرفتن. درود بر شما، درود بر شما. من الان دیدم بچه آقای افستا 7 سالشه، خواهی چقدر قشنگ میرخصی، بعد زیر بغلش گرفت. این بچه استعداد داره. ما بیاییم نه رقص بده، چرا بده؟ به من چه برده؟ بعد از نظر شما بعد خب نه گوش نکن، تلویزیون گوشتن خاموش کنید یا روشن کنید. ولی من دوست دارم جوونا رو عشق میبرزم. همه این کسانی که من باشون هستم با کسی من کاری ندارم، همه خوبن. منم نه سیاسی هستم نه چیزی، ولی عشق خیلی مهمه. هر کسی نمیتونه عاشق باشه، هر کسی نمیتونه دوست داشته باشه. دوست داشتن خیلی از بهتر از عقده است، حسادته. ما اینا رو گشتیم کنار. شما ببینید با چهار کلامه شما ما رو منقلب کرده اینجا دوباره. ما دو نفر نشستیم واقعا منقلب شدیم. انشالله که همیشه سلامت باشین و مرد و مردونه حقایق رو بگیم. خیلی متشکرم. من از طرف آقای اوستا از شما تشکر بکنم. خیلی ممنون، قربان شما گلپا. درود بر شما استاد امیر حسین کاملی. اینم پیام مهربانانه و زیبای استاد برتر موسیقی ایران استاد اکبر. غزلی برای مهر آیین اوستایی، استاد عاشقی سیاوش اوستا که یک ایران شادی است، از استاد امیر هوشنگ عاملی. ابراز. وقتی دهان شعر مرا باز می کنی، یعنی که یاد خواجه شیراز می کنی. تو حرفهای ساده ما را چنان غزل می پیچی و شبیه به یک راز می کنی. امروز از زمین و زمان گفته ای سخن، فردا مرا دوباره خبرساز می کنی. هر بار سر به این دل عزلت نشید نزدی، گویا دری به سومه ای باز می کنی. ای عاشقان تر ز نسیم سحرگهان، با من دوباره میل سراغاز می کنی. مثل بهار شاخه پرگل نثار تو، وقتی که خیش را به من ابراز می کنی. با یک نگاه ساده من سنگی مرا جان می دهی و صاحب آواز می کنی. عقل غزل به ذهن زلالت نمی رسد، دیوان مثنوی مرا باز می کنی. از استاد امیر هوشنگ عاملی تهران.